از اون لات کرونومتر رو بی زحمت ببین معلومه. از اون بیا بیرون کرونومتر ببین معلومه اینا. کرونومتر معلومه. خب سلام بچه ها چطورید خوبید؟ از اون لات آهنگم آه نایمدن بچه هنوز. خیلی خب ما بخواییم با کرونومتر سوالای خرداد خارج 1401 این دفعه نوبت صبح براتون حل کنیم، ببینیم چقدر طول میکشه. همه نکات هم میگیم، همه چی هم میخواییم بنویسیم، همه محاسباتمون هم میخواییم بنویسیم، یعنی کاملا تشریح همه چی میخواییم بگیم، کرونومتر هم بزنیم ببینیم چقدر طول میکشه. یه چی از این بهتر؟ من میخوام زیر نیم ساعت این سوالا رو حل کنم، چون یه گله آدم اون بیرون پشت استودیو منتظرن که بیان ضبط کنن. آره خب حاجی میلاد اوکی بودی دیگه؟ 105 تا با معرفت و مشتی به عشق همین 105 تا شروع کنیم. بریم حاجی میلاد. خب بچه ها همه چی اوکی دیگه؟ زوم و اینا همه چی؟ معلومه کرونومتر؟ کرونومتر هم اینوریش کنم ببینم معلومتر میشه. شاید اینوری الان فرقی کرد؟ بهتر. اینجوری بهتره؟ خب بریم با کرونومتر که یکم از کنم لگ تصویریمون، یعنی فاصله زمانی که به دست بچه ها میرسه یکم زیاده. آره بخواهی نت گوشیو به رضا چیزی نگو. رضا بچه‌ها میگفتن که خوبه ولی حس می‌کنم کامنتی که میاد اینجا یه مقدار با تاخیر. خیلی خوبه دست نزن. وایسا 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 فقط نمیدازیش کنیم. نه الان درستش بقیه شد. اینو رو بکنم. خب امیدوارم که نیفته از اینجا چون خواهم بذارمش. خوبه بریم آج میلاد. تصویر اوکیه؟ تصویر اوکیه. کیفیت تصویر فدا. رضا چطور بود؟ خوبه اینجا فضالی که میگفت خوبه. خوبه بریم شروع کنیم بچه ها. میخواییم با همدیگه سوالای خرداد 1401 خارج کشور این دفعه کرونومتر. آها این هم از کرونومتر. میخواییم زیر نیم ساعت این سوالا رو حل کنیم. معلومه دیگه. نه نمیفته. نمیفته خیالت راحت. نه چک کردم نمیفته. الان تکونم بدم نمیفته. خوبه. خب. میخواییم سوالای خرداد 1401 خارج کشور این دفعه نوبت صبح با هم حل کنیم. که قطع به یقین سوالای داخل و خارج شباهت خیلی زیادی با هم دیگه دارن. دیروز نوبت عصر رو با هم حل کردیم. فایلش و کلیپش توی آپارات یوتیوب هست. تو استوری برو لینکشو بردار تماشا کن. فایل پی دی افش هم تو کانال تلگرام گذاشتم، میتونی دانلود کنی با پاسخ کاملا تشریحی وزارت آموزش پرورش. حله بریم با هم دیگه شروع کنیم. این دفعه نوبت صبح میخوام برات حل کنم زیر نیم ساعت. کرونومتر هم زدیم فعلا 44 ثانیه اش رفته. بریم سراغ سوال اول. تیپ اول سوالای ما سوال چی؟ باکس. یه باکس بهت میده میگه از بین کلمات داخل باکس انتخاب کن و جا خالی رو پر کن. جمله اول میگه در صنعت گاز کربن مونوکسید با گاز هیدروژن در شرایط مناسب واکنش میدن تا چی تولید بشه؟ متانول تولید بشه. آوری کلا ببین متانول بهت بده اتانول هم میده، متضادش هم میده. برای چی؟ برای اینکه گمراهت کنه. افزایش بده کاهش هم میده، اکسنده بده کاهنده هم میده، باز بده اسید هم میده، هیدرونیوم بده هیدروکسید هم میده. برای چی؟ برای اینکه گمراهت کنه. باید حواستو جمع کنی. صفحه 118 کتاب درسی. بریم بعدی. میگه هنگامی که در دمای ثابت فشار بر یک تعادل گازی جای خالی می‌یابد، واکنش در جهت مول‌های گازی بیشتر پیش می‌رود تا به تعادل جای خالی برسه. خب ببین ما اینجا مول گازی بیشتر داریم. کی ما با تغییر فشار می‌ریم به سمت مول گازی بیشتر؟ وقتی فشار رو کم کنیم. طبق اصل لوشاتولیه با افزایش فشار تعادل به سمت مول گازی کمتر میره، با کاهش فشار به سمت مول گازی بیشتر میره. پس وقتی رفته به سمت مول گازی بیشتر یعنی ما فشار رو کم کردیم. تا به چی برسیم؟ تا به تعادل جدید برسیم. دقت کن به ثابت تعادل قبلی میرسیم. ثابت تعادل تغییر نمیکنه ولی تعادل تغییر میکنه. مورد ته
در فرآیند آبکاری جسمی که آبکاری میشه باید به قطب منفی وصل بشه. ببین اون چیزی که من میخوام آبکاریش کنم قراره کوپول بشه. کوپول که داره؟ کوپول میبندم به کاتود. کاتود تو سلول الکترولیتی که همین سلول آبکاری باشه قطب منفی رو داره. آدرسش کجا؟ صفحه 60 و 61 که کتاب درسی. برو نگاه بنداز. خب مورد 3 میگه سلول سوختی نوعی سلول گالوانیه. آقا چرا گالوانیه؟ چون توش انرژی تولید میشه. چون طی واکنش شیمیایی برق تولید میشه. صفحه 50 ببین گالوانی بهت داده الکترولیتی هم داده. میبینی؟ افزایش داده، کاهش هم داده. مثبت داده، منفی هم داده. هر چی بهت بده متضادش هم میده که تو رو به اشتباه بندازه. پس دقت تو ببر بالا. مورد بعدی، در فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی جای خالی شاره ایونی و جای خالی شاره مولکولیه. خب بچا NaCl یا سدیم کلرید شاره ایونی، آبم شاره مولکولیه. اینم از این. صفحه 76 کتاب درسی. فایل این امتحانم بچا تو کانال تلگرام میذاریم، خیالتون راحت باشه. هر چی هم دارم بهت میگم آدرسش هم جلوش بهت میگم، کتاب درسی جلوت باز باشه، هر چی گفتم یه نگاه بنداز. همه اینا رو من تو پکیج 100 بار گفتم ها، اینا که اصلا چیزی نیست. من از هر کدوم اینا 100 تا مثال حل کردم. بچه‌ای که پکیج رو دارن حتما در جریان هستن. بریم ادامه کار. سوال 2 میگه با توجه به شکل نظیر که پاک شدن یلک روغن رو با استفاده از صابون نشون میده به پرسشا پاسخ بدید. الف، صابون از کدوم قسمت آیا بی با روغن جاذبه برقرار میکنه؟ آقا روغن ناقطبیه، صابون هم بعد از بخش ناقطبیش اون بخش دوم هیدروکربونیش با روغن جاذبه برقرار کنه. خب دوم هیدروکربونی کدوم بیه؟ پس میشه بی. علت، زیرا روغن ناقطبیه بخش بی هم بخش ناقطبیه. تمام. 25% 25% ب، جاذبه بین مولکولای صابون و روغن از چه نوعی؟ آقا نوع واندروالسیه. چرا؟ چون روغن ناقطبیه، صابون هم از بخش ناقطبیش بس میشه. ناقطبی به ناقطبی بس بشه نیروی بین مولکولی میشه واندروالسی. مورد پ، گفته میزان چسبندگی لکه‌های چربی روی کدوم یکی از پارچه‌های پلی‌استری یا نخی بیشتره؟ بچه‌ها صفحه 9 اگه نگاه کنید یه خودرا بیازمایید که یه بارم سوال امتحان نهایی بوده. توی اون خودرا بیازمایید درصد لکه چربی باقی مونده روی پارچه پلی‌استری بیشتره. یعنی چسبندگی چربی با پارچه پلی‌استری بیشتر از چسبندگی چربی با پارچه نخیه. حله؟ پس پلی‌استری رو انتخاب می‌کنی. و سلام. 25% 25% 25% 25% یه نمره. بریم سراغ سوال 3. سوال 3. سوال 3 تیپ 6 فصل 3 منه. تو پکیج شب امتحان تیپ 6 رو اگه نگاه کنی مقایسه هرموس گرافیته. تیپ 6 فصل 3. برو نگاه کن. دانش آموزایی که دارن برن نگاه کنن. خب هرموس گرافیت دیگر شکلای طبیعی کربن جزء جامدهای کووالانسی. خب هیچی. از میان این دو دیگر شکل یا آلوتروپ کدام یک میتونه رسانه الکتریکی داشته باشه؟ بچه گرافیت. دیروز در مورد رسانه صحبت کردم، گفتم رسانه یا الکترونی یا یونی. گرافیت و فلز رسانه الکترونی هن چون الکترون آزاد دارن. ترکیبات یونی در حالت مذاب و محلول در آب و اسید و بازه قوی و ضعیف رسانه یونی هن که دیروز در موردش صحبت کردم. مورد به، از کدام یک در ساخت متاها و ابزار برش شیشه استفاده میشه؟ از الماس. علت چیه؟ چون الماس خیلی سخته، چون یه جامد کووالانسی خیلی سخته، سخت‌ترین ماده جهان بچه. مورد پ، گفته کدام یک چگالی کمتری دارد؟ گرافیت. علت، این مربوط میشه به خود را بیازمایید صفحه 70 کتاب درسی. برو ببین اونجا آمده این مقایسه برای شما انجام داده، مقایسه چگالی الماس و گرافیت. بچه در جرم برابر گرافیت حجم بیشتری اشغال میکنه. چرا؟ چون ساختار لایه‌ای داره. خب وقتی جرم برابر باشه گرافیت حجمش بیشتر باشه چگالیش کمتر میشه دیگه. حله؟ پس گرافیت چگالی کمتری داره. علت، زیرا در جرم برابر گرافیت حجم بیشتری اشغال میکند و چگالی کمتری داره. 25 صدم 25 صدم 25 صدم. اینم 25 صدم. این سوال باید بارمش یه نمره باشه، اشتباه خوردن این نمره. اما سوال 4 سعی غلط. بچه ها تیپ سواله سعی غلط تیپ سوم هر فصل شب امتحان منه. تیپ سوم هر فصل شب امتحان تیپ سوال سعی غلطه. فقط حواست باشه درستی نادرستی مشخص کردی حتما شکل سعی هم باید بگی. این خودش 25 صدم داره.
من از بارم این سوال میتونم تشخیص بدم چند تا درسته چند تا غلطه. نگاه کن، چهار تا جمله داری، هر جمله صحیح غلطش 25 صدم میشه یه نمره. یه نمره از این کم کنی 75 صدم میمونه. خب 75 صدم 3 تا 25 صدمه، یعنی 3 تا جمله غلطه، باید علت نادرستیش هم بنویسی. پس دنبال 3 تا جمله غلط باشه. جمله اول گفته اسیدا بر مبنای غلظت به اسید قوی و ضعیف تقسیم بندی میشن. غلطه. من اصلا با غلظتش کاری ندارم، من با آلفاش کار دارم. اونی که آلفاش یکه یا تقریبا یکه اسید یا باز قویه، اونی که آلفاش کمتر از یکه اسید یا باز ضعیفه. و سلام. پس اینجا غلظت رو خط میزنی، میگی درجه یونش 25 صدم. ب، در آب سخت یونهای کلسیوم و سدیم وجود داره. غلطه. در آب سخت یونهای کلسیوم و منیزیم وجود داره. 25 صدم. مورد پ، تیره شدن ظروف نقره‌ای نمونه‌ای از فرآیند اکسایش. کاملا درسته. نقره اکسید میشه، اکسایش پیدا میکنه و سیاه میشه. درست. مورد ت، هنگام برخافت سدیم کلرید مذاب گاز کلر در کاتود آزاد میشود. غلطه. آقا گاز کلر در آنود آزاد میشود، در کاتود ما فلز سدیم رو به صورت مذاب داریم. بچه ها کلا این تو ذهنت باشه، هر چیزی که بخوای تولید کنی تو سلول الکترولیتی توی کاتود تولید میشه. برات مثال بزنم، برخافت آب هیدروژن میخوام تو کاتود تولید میشه، برخافت سدیم کلرید مذاب سدیم میخوام تو کاتود تولید میشه، برخافت منیزیم کلرید مذاب منیزیم میخوام تو کاتود تولید میشه، آبکاری قاشقه رو میخوام آبکاری کنم به کاتود میبندم، فرایند حال آلومینیوم میخوام تولید کنم تو کاتود تولید میکنم. پس این تو ذهنت باشه، هر چی بخوای تولید کنی تو کاتود تولید میکنی. اینم از این. خب قسمت تم تموم شد، سرعتی داریم میریم جلو. ببین 4 تا سوال حل کردیم 9 دقیقه. الله اکبر. بریم سراغ سوال 5. سوال 5. 7-8 مدل از این تیپ سوال من تو پکیج شب امتحان حل کردم. بچه‌ای که دیدن در جریانن. الانم دیر نشد، پکیجو بگیری تا شب میتونی تمامش کنی. پکیجو خاصی شماره تو دایرکت کن. بریم جلو. میگه با توجه به سلول گالوانی روبرو پاسخ بدید. خب من سلول گالوانی دارم، اینور روی اینور مس، الکترون از روی اومده به سمت مس. چیو نشون میده؟ الکترون از هر کی خارج بشه اون آنوده. آنود محل اکسایش است. الف الف آنود، الف اکسایش الف. اکسایش یعنی چی؟ یعنی از دست دادن الکترون، یعنی تولید الکترون. آنود جایی که الکترون توش تولید میشه، الکترون ازش خارج میشه، این یکی میشه کاتود. کاتود که داره محل کاهشه، الکترون بهش وارد میشه، الکترون مصرف میکنه. کاتود محل کاهشه، کاهش یعنی جذب الکترون. حله. اگه این فلش الکترون رو نمیذاش، من از رو ای صفر میتونستم بفهمم که زد ان نقش آنود داره. چرا؟ چون ای صفرش منفی تره. حله. خب گفته نیم واکنش آنودی را بنویسید. آها ببین، نیم واکنش آنودی نیم واکنشیه که توش اکسایش اتفاق میفته. آنود کیه؟ زد ان. توی زد ان یعنی توی آنود قرار اکسایش اتفاق بیفته. کی اکسایش پیدا میکنه؟ فلز زد ان، فلز روی اکسایش پیدا میکنه، الکترون از دست میده. چی تولید میکنه؟ زد ان دو مثبت. بنویسیم با هم. بنویسیم. اینجا مینویسم زد ان جامد میدهد زد ان دو مثبت ای کیو به علاوه دو تا الکترون. دو مثبت شده دیگه، درسته؟ دو تا الکترون آزاد کرد. خب آقا این فقط نیم واکنش آنودی رو از ما خواسته، کاتودیش هم بنویسیم. چشم. این نیم واکنش کاتودی. آقا تو کاتود قرار کاهش اتفاق بیفته. آقا آیا سی یو میتونه کاهش پیدا کنه؟ نه. مس که نمیتونه الکترون بگیره منفی تر بشه. شما سی یو مثلا یه منفی دیدی تا حالا؟ نه. پس کی کاهش پیدا میکنه؟ یونهای مس. دقت کن، یونهای مس الکترون میگیرن میشن فلز مس، میچسبن به تیغه. یادت گفتم کاتود که داره کپل میشه، این یونهای مس الکترون میگیرن، الکترون از کجا آوردن؟ زدن آزاد کرده، از اینجا اومده اینور، اینجا گیر کرده. الکترون فقط تو رسانه الکترونی میچرخه، تو محلول نمیاد. دقت کن، الکترون جاش تو رسانه الکترونیه، یون جاش تو رسانه یونیه. این یونه نمیاد رو تیغه، فلز میاد رو تیغه. آقا فلز برای اینکه بیاد رو تیغه باید چه اتفاقی بیفته؟ سی یو دو مثبت باید الکترون بگیره از روی فلز. ببین الکترون تو محلول نمیاد، اینجا گیر میکنه، سی یو باید بره اونجا الکترونشو برداره. سی یو دو مثبت.
32 مثبت میره اینجا الکترون بگیره گیر میکنه، کاتود کپل میشه، میشه نواکنش کاتودی. Cu 2 مثبت Aq دو تا الکترون میگیره، Cu جامد درست میکنه. خب این هم از این. مورد به گفته نیروی الکترومتوریه سلول محاسبه کنید، EMF. بچه صفحه 48 توی پیوند با ریاضی در مورد EMF صحبت کرده. حتما شک نکن، پای ثابت امتحان نهایی هست، حتما نیم نمره سوال از EMF داری. 25 صدام مال فرمول و جا گذاری، 25 صدام جواب آخر. مثل همین سوال، اول فرمول میگم EMF پیوند با ریاضی صفحه 48 برو نگاه کن، مساوی ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. خب ما کاتود و آنود تشخیص دادیم، حالا فقط باید جاگذاری کنیم. میگم EMF مساوی کاتود 34 صدم منهای آنود منفی 76 صدم. خب منفی در منفی مثبت اینو با هم جمع بشه میشه 1.1 ولت. تمام این فرمول و جاگذاری 25 صدم، جواب آخرم 25 صدم. خب مورد پ گفته فلش نشان داده شده در دیوار متخلخل جهت حرکت کدام یون ها را نشان میدهد، کاتیون ها یا آنیون ها؟ دلیل بنویسید. ببین این فلشه به سمت کیه؟ به سمت کاتوده. بچه این هم تو ذهنتون نگه دارید، این نکات کنکوری ها، تو پکیج شب امتحان کلی نکته کنکوری هم گفتم، چون وقت تو برای من ارزشمنده. من درک میکنم که تو بهبهه کنکور اومدی داری الان تشریح میخونی، خب من اومدم کلی هم نکته بهت گفتم. برای چی؟ برای اینکه تو تشریح بخونی برای کنکورت هم آماده بشی، یه جوری با اون پکیج دوازدهم تو جمع جور کنی. حالا گوش بده، کاتود جاییه که کاتیونا میرن به سمتش. یه بار دیگه، کاتود که داره محل کاهشه، کاتیونا که که دارن میرن به سمتش. پس چی شد؟ کاتود که کاهش که انقدر داد زدم دیگه صدام گیرم. کاتود که کاهش که کاتیونا که دارن میرن به سمتمون. از اون بر آنود الف، اکسایش الف، آنیونا میرن به سمتش. حله؟ خب فلش به سمت کیه؟ فلش به سمت کاتوده. کاتود کیا میرن به سمتش؟ کاتیونا. پس کاتیونا میرن به سمت کاتود. این از این. حالا گفته دلیل بنویسید، با حرکت کاتیون ها به سمت کاتود تعادل یونی در سلول برقرار میشود. همینو بنویسید کفایت میکنه. خب مورد ته گفته در پایان واکنش جرم تیغه کاتودی چه تغییری میکنه؟ آقا کاتود که داره کپل میشه، کپل میشه یعنی جرمش زیاد میشه. علت چیه؟ زیرا در نیم سلول کاتودی کاهش یونهای مس رخ داده و یونهای مس به فلز مس تبدیل شده و روی تیغه میچسبن. همینو بنویسی ازت قبول میکنم، فقط باید به این دقت کنی و به این تاکید کنی که اینجا داره نیم واکنش کاهش اتفاق میفته و ضمن کاهش CO2 مثبت میشه CO خونسا میچسبه رو تیغه. دقت کن، خیلی نکته مهمیه. ببین الکتروشیمی فصل خیلی قشنگیه، مشروط به اینکه خوب یادش بگیری. به این دقت کن که الکترون جاش تو محلول نیست، الکترون اینجا آزاد شده اومده این ور، اومده رو تیغه، نمیتونه بیاد تو محلول که اینجا گیر کرده. از اون ور یکی هم تشنه الکترونه، این یونه تشنه الکترونه، میخواد الکترون بگیره. خب الکترون که نمیاد تو محلول، این باید بره سمت تیغه، اونجا میاد الکترون بگیره، تیغه نگرش میداره، میگه اه اومدی الکترون بخوری، باید بمونی رو تیغه. اینجاست که کاتود کپل میشه. پس حله؟ نحوه تشخیص آنود و کاتود از روی صفر هم به این صورته که هر کی صفرش منفی تره اون میشه آنود، هر کی صفرش مثبت تره میشه کاتود. دقت کن، نگفتم منفی یا مثبت، گفتم منفی تر مثبت تر. ممکنه هر دوتایی صفر شما مثبت باشه ولی یکی مثبت تر باشه. مثلا مس داشته باشی مثبت 34، نقره داشته باشی مثبت 8. خب اینجا مس میشه آنود. چرا؟ چون مس نسبت به نقره منفی تره. ممکنه اساسا هر دوتاش منفی باشه، مثلا روی داشته باشی منفی 76، آهن داشته باشی منفی 44. خب اینجا الان روی از آهن منفی تره، اونی که منفی تره میشه آنود. و سلام. سوال 6 علت بنویسید، پای ثابت سوال امتحان نهایی حتما تو امتحانت داری. 3 الی 4 عبارت به شما میدن، معمولا هم عبارت ها رو از تمرینات دوره‌ای برمی‌دارن
و این 3 الی 4 عبارت رو بعد براش دلیل بنویسی، هر دلیلم نیم نمره. حالا اینجا 4 مورده، 4 تا نیم نمره میشه 2 نمره. معمولا هم علت ها دو قسمتیه، 2 تا 25 صدم مثلا. حالا بعضی وقتا هم یه علت نیم نمره ای مشخص نمیکنه. بریم با هم ببینیم. امروزه در ساخت پروانه کشتی اقیانوس پیما به جای فولاد از تیتانیوم استفاده میکنن. خب این جمله که درسته و مربوط میشه به صفحه 85 کتاب درسی. دم شما گرم. با اون مخلص. اونقدر داد زدی گلوت گرفت اون بر به ما اسمس دادن گفتن یه آبی چیزی بچه بدید بچه ها همه انرژیشو داره براتون میده بعدش شما بشم ایشالله که باید فردا همه باید 20 بگیرن حاج میلاد. یعنی چند هزار تا 20؟ اصلا ببین یه 10-15 هزار تایی باید 20 داشته باشیم امسال. ماشاءالله امسال همه باید شیمی و 20 بشن خدا وکیلی. ماشاءالله به همتون دمتون گرم پرقدرت ادامه بدید. اینم بخور بعدت بشم زهر خنکشه. دمت گرم مرسی مرسی. اینجا برات میذارم فر رو لپتاپت نریزه که. نه اوکیه بذار. دمت گرم مرسی مرسی. صحنه رو به خودش میسپارم خارج میشم یا علی خدا مرسی مرسی. تایمو داشته باشید 18 دقیقه. خب یه دقیقه تایم اضافه. یه دقیقه اضافه. این جمله که درسته. حالا علت چیه بچه؟ تیتانیوم یه سری خواص ویژه داره. اصلا صفحه 85 رو نگاه کنی نوشته تیتانیوم فلزی فراتر از انتظار. یه سری ویژگی خاص داره. مثلا کمچگاله، واکنش پذیریش با مواد موجود در آب دریا بسیار ناچیزه، در برابر اکسایش و خوردگی مقاومه، نقطه ذوب بالایی داره و چیزهای مختلف دیگه. آلیاژهای مختلفی میشه ازش درست کرد، مثل نیتینول که آلیاژ هوشمنده. این میشه صفحه 86 تو استنت رگها، توی قاب عینک و تو سازه‌های ارتودنسی کاربرد داره. این کلیات تیتانیوم بود. حالا چرا به جای فولاد از تیتانیوم استفاده میکنن؟ به دو علت. یک، تیتانیوم در برابر خوردگی مقاوم است. دو، با ذرات موجود در آب دریا واکنش پذیری ناچیزی داره. همین دو علت رو بنویسید 2 تا 25 صدم بهت میدن کار تمام میشه. جمله دوم میگه از آهن گالوانیزه نمیتونیم برای ساخت ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کنیم. این بچه ها مربوط میشه به خود را بیازمایید پایین صفحه 59. آخرین جمله‌ای که نوشته همینه. حالا به صورت سوالی نوشته. نوشته چرا از آهن گالوانیزه برای بسته‌بندی استفاده نمیشه؟ زیرا یون‌های روی تولید شده با مواد غذایی واکنش داده، اونا رو فاسد میکنن. نیم نمره. و سلام. پ. مبدل کاتالیسی باید به طور دوره‌ای تعویض بشه. زیرا در طول زمان یا به مرور این مبدل کارایی خودش رو از دست میده به خاطر واکنشی که داره اتفاق میفته و باید تعویض بشه تا دوباره کارایی خودش رو به دست بیاره یا دوباره مفید واقع بشه اونجا. نیم نمره. ت. محلول گاز هیدروژن کلرید در آب کاغذ پاهاشو به رنگ سرخ در میاره. آقا کیا کاغذ پاهاشو سرخ میکردن؟ اونایی که محلول اسیدی میکردن. حله؟ خب حالا اسید آرنیوس تعریفش چی بود؟ برو صفحه 15 رو ببین. آقای آرنیوس، سوانت آرنیوس، دانشمند سوئدی میگه هر کی که در اثر انحلال در آب غلظت هاش مثبت رو ببره بالا میشه اسید آرنیوس، هر کی که در اثر انحلال در آب غلظت هاش منفی رو ببره بالا میشه باز آرنیوس. دقت کن، تعریف اسید و باز آرنیوس تو محلولای آبیه، تو محلولای غیر آبی و جاهای دیگه، جاهای غیر محلول اصلا تعریف نمیشه. حالا تو محلولای اسیدی جاهایی که هاش مثبت از اوهاش منفی غلظتش بیشتره کاغذ پاهاش رنگش سرخه، تو محلول بازی جاهایی که اوهاش منفی غلظتش از هاش مثبت بیشتره رنگ کاغذ پاهاش آبی رنگه یا به سمت بنفش. حله؟ حالا بیا اینجا، هیدروژن کلرید های سی ال تو آب حل بشه هاش مثبت درست میکنه. کسی هم که هاش مثبت درست کنه میشه اسید آرنیوس. پس چون اسید آرنیوس محلول اسیدی میکنه کاغذ پاهاش قرمز میشه. همین میگه های سی ال اسید آرنیوس است، در اثر انحلال غلظت هاش مثبت رو میبره بالا، محلول اسیدی میشه. و سلام. نیم نمره. برو سراغ سوال 7. به به، با توجه به جدول زیر که واکنش تعادلی فلانو تو 3 دمای مختلف نشون میده به سوال پاسخ بدید. عبارت ثابت تعادل، آقا عبارت ثابت تعادل صورتش میشه حاصل ضرب غلظت فراورده ها هر غلظت به توان ضریبش، مخرجش میشه حاصل ضرب غلظت واکنش دهنده ها هر غلظت به توان ضریبش. بنویس، فقط دقت کن، غلظت AQ گاز باید بذاری، لیکوید و جامد غلظت براشون تعریف نمیشه. تعریف میشه ها، چون ثابته عملا دیگه نمی نویسی. خب میگم کا مساویه غلظت C به توان ضریبش 2، مخرج حاصل ضرب غلظت واکنش دهنده هر کدوم به توان ضریب، غلظت A به توان ضریبش 2، غلظت B. تمام. نیم نمره. عبارت ثابت تعادل بنویس، نیم نمره بگیر. حله. قسمت به
میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ آقا پیشرفت واکنش در دمای بیشتره که کاه بزرگسری داره. اصلا کاه نشونه ای از پیشرفت واکنشه. ببین مگه کاه نسبت فراورده به واکنش دهنده نیست؟ آه؟ خب هرچی فراورده بیشتر شه واکنش دهنده کمتر شه، یعنی پیشرفت بیشتر بوده دیگه. خب وقتی فراورده بیشتر واکنش دهنده کمتر باشه کاه بزرگتر میشه. هرچی کاه بزرگتر باشه پیشرفت واکنش بیشتر میشه. پس کیو انتخاب میکنی؟ دمای 25. علت زیرا کاه آن بزرگتر است و کاه بزرگتر نشانه ای از پیشرفت بیشتر است. همین. قسمت پ. این واکنش گرماده هست یا گرماگیر؟ چرا؟ خب آقا اصلا کجا باید تشخیص بدیم گرماده یا گرماگیر؟ از اینجا. ببین دما رو که زیاد کردی کاه کوچیک شده، یعنی تعادل دوست نداشته دما رو زیاد کنی، دوست داشته دما رو کم کنی. دیروز بهت گفتم هر موقع کاری که واکنش دوست داره رو انجام بدی ثابت تعادلت بزرگ میشه. واکنش گرماگیر دوست داره دما رو زیاد کنی، واکنش گرماده دوست داره دما رو کم کنی. الان اینجا دما رو کم کردی کاه بزرگ شده، یعنی واکنش گرماده. پس واکنش گرماده. علت زیرا با کاهش دما ثابت تعادل بزرگتر شده است. همین. بیشترم نمیخواد بنویسی و سلام. 25 صدم. سوال 8. به به. پای ثابت امتحان نهایی. فکر میکنم تیپ 9 فصل 3 شب امتحان من همین باشه. یه عالمه سوال از نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی داریم. دلتا کوچیک مثبت و منفی تشخیص بده. قطبی ناقطبی تشخیص بده. نه من عدد اکسایش مشخص کن. رنگ قرمز یعنی چی؟ رنگ آبی یعنی چی؟ خصلت نافلزی کی بیشتره؟ خصلت نافلزی کی کمتره؟ تراکم بار کجا بیشتره؟ کجا کمتره؟ همه اینا رو مفصل تو پکیج گفتم. الانم دیر نشد. شمارتو دایرکت کن تا شب پروندهشو ببند 20 تا بذار تو جیبت. بریم سراغ سوال 8. میگه شکل زیر نقشه پتانسیل الکتروستاتیکیه SCO یا کربونیل سولفید رو نشون میده. میگه این مولکول میتونه تو میدون جهتگیری کنه؟ بله که میتونه. آقا چرا نمیتونه؟ حالا علت ازت پرسیده. میگه زیرا بار الکتریکی اطراف اتم مرکزی یکسان و یک نواخت و متقارن توزیع نشده است. شرط قطبی بودن و جهتگیری در میدان الکتریکی اینه که بار الکتریکی یکسان و یک نواخت توزیع نشده باشه. اینجا هم همینطوره. اکسیژن زورش با گوگرد یکی نیست. اکسیژن زورش بیشتره. بارها رو بیشتر میکشونه به سمتش. اینم منفی شده. میبینی دیگه منفی شده قرمز، اونورم که آبی شد. حله. پس اگه ازت پرسید تو میدون جهتگیری میکنه یا نه، باید بری سراغ قطبی ناقطبی. این الان قطبیه. حالا ما هر ساختار هم میتونیم بفهمیم قطبیه. چه جوری؟ هر موقع اتم جانبی متفاوت بود ساختارت قطبیه یا مولکولت قطبیه. هر موقع ناپیوندی رو اتم مرکزی داشتی مولکولت قطبیه. یکیش برقرار باشه قطبیه. برای ناقطبی بودن این شرطایی که میگم باید برقرار باشه. ناپیوندی رو اتم مرکزی نداشته باشید، چه جفت چه تک، و اتم جانبی یکسان باشه. همزمان هر دو شرط برقرار باشه ناقطبیه. اون ور ولی یکیش هم برقرار باشه قطبیه. خب تراکم بار منفی رو کدوم اتم بیشتره؟ اتم اکسیژن. او چرا؟ زیرا رنگ نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی قرمز است. تو بعد از رو سوال، از روی دیتاهایی که توی سواله جواب اینو بدی. گرفتی چی شد؟ حله. بریم ادامه کار. سوال 9. 25 صدام. اینم بگم 25 4 تا 25 1. بریم سراغ سوال 9. به به. یه بار تا حالا این مدلی سوال اومده. تو امتحانای فرقی نداره. بعد از این ستون انتخاب کنی بس کنی اینجا. حالا نری تو برگت بس کنی یا تو برگه باید عبارت بنویسی، مثلا آ رو بنویسی. مثال میگم. خب گفته این مخلوط پایداره یا این مخلوط پایدار نور رو پخش میکنه. آقا مخلوطی که پایدار باشه یا محلوله یا کلویده. حالا بین کلوید و محلول، کلوید نور رو پخش میکنه یا محلول؟ آباری کلا کلوید. چرا؟ چون ذراتش بزرگتر. دقت کن کلوید ذرات سازندش توده های یونی مولکولی خب.
من آهک اضافه میکنم دی صفحه 14 هم این همینو نوشته پ از مولکوله ناقطبی تشکیل شده تو آب نامحلوله. آقا بین اینا اولا دقت کن، اینجا شیرو که بهت داده حتما شربت معده هم بهت میده، شربت معده سوسپانسیون، دقت کن اشتباه نکنی، سوتی ندی، این که هیچی هست شد. خب آهک هم که انتخاب کردیم، حالا بیام اینجا گفته ناقطبی نامحلول در آب. خب هگزانه، صفحه 4 کتاب درسی، صفحه 4 اصلا یه خود را بیازمایید داریم، مواد محلول در آب و محلول در هگزان رو بررسی کرده. آب قطبیه، مواد قطبیه تو خودش حل میکنه، مثل اتیلن گلیکول، مثل سدیم کلرید و غیره. هگزان ناقطبیه، ناقطبیه رو تو خودش حل میکنه، مثل بنزین، وازلین و غیره. ت برای از بین بردن جوشهای صورت کاربرد داره، صابون گوگرددار، صابون گوگرددار پشه بود باز. صابون گوگرددار چقدر انرژی بالاست، داره تموم میشه، نگران نباش. خب دیروزم بهت گفتم از صفحه 11 12 صابونای با خواص ویژه گوگرددار، فسفاتدار، کلوردار حتما سوال داری، یا جا خالی یا صحیح غلط یا دلیل بنویسید، خلاصه یه جوری بهت سوال میده. سوال ده، در صنعت آلومینیوم طبق واکنش زیر تولید میشه. آقا این فرآیند حال، فرآیند حال یه سلول الکترولیتی، هدف تولید آلومینیوم تو کجا؟ تو کاتود، تو آنودم گاز CO2 تشکیل میشه. هم آنود هم کاتود جنسشون از جنس گرافیته. به اینا دقت کن. از فرآیند حالم احتمالا یه سوال داشته باشه. خب گفته تعیین کنید در این واکنش کربن اکسنده است یا کاهنده. چرا؟ خب ببین کربن عدد اکسایشش اینجا 0 بوده، اینجا اومده شده مثبت 4. چه تغییری پیدا کرده؟ از 0 شده مثبت 4، یعنی 4 تا اضافه شده، یعنی اکسایش پیدا کرده. خب کسی که اکسایش پیدا کنه خودش نقشش چی میشه؟ میشه کاهنده. پس کربن نقشش چیه؟ نقشش کاهنده است. حالا چرا؟ زیرا عدد اکسایش آن، زیرا دوچار اکسایش شده، عدد اکسایشش از 0 شده مثبت 4. همین. آلومینیوم فلزیه که به سرعت اکسید میشه اما خورده نمیشه. چرا؟ چون اکسید آلومینیوم متراکم، محکم میچسبه به سطح فلز، نمیذاره رطوبت و اکسیژن، آب و اکسیژن که عوامل اکسایش و خوردگی هن، وارد مغز فلز بشه. یه بار دیگه، اکسید آلومینیوم که آلومینیوم اکسید باشه متراکم، صفر میچسبه به سطح فلز، نمیذاره رطوبت و اکسیژن وارد فلز بشه و فلز دچار خوردگی بشه. برعکس آهن، آهن اینجوری نیست، اکسیدش متخلخل، سوراخ سوراخه، چون سوراخ سوراخه به خاطر همین O2 و H2 نفوذ میکنن، کل فلز رو داغون میکنن. بریم بعدی، 4 تا 25 میانو. به به، سوال 11 آخرش ها، آخرشه. نمودار انرژی پیشرفت یک واکنش در حضور و غیاب کاتالیزر به صورت زیره. با توجه به اون به پرسش ها پاسخ بدید. انرژی فعالسازی در حضور کاتالیزر چه؟ آقا دیروز بهت گفتم کاتالیزر بزنی انرژی فعالسازی کم میشه، تنها چیزی که قله رو میاره پایین کاتالیزره، بقیه فقط تو همون مسیر گاز میدن، سرعتشون میره بالاتر. کاتالیزر اصلا مسیر تو عوض میکنه، واکنش تو سریع میکنه. حله؟ خب این قله اول، این قله دومه، کدومش در حضور کاتالیزر؟ این یکی چی پرسیده؟ گفته انرژی فعالسازی در حضور کاتالیزر. بفرمایید انرژی فعالسازی میشه اختلاف سطح انرژی واکنش دهنده و قله. نیای از اول تا قله رو بزنی و سوتی ندی، یا نیای بگی 40، دقت کن، سطح انرژی واکنش دهنده و قله میشه انرژی فعالسازی. آقا 40 منهای 10 چند؟ 30. تمام. گرمای واکنش در حضور و غیاب کاتالیزر چقدره؟ ببین آنتالپی واکنش اصلا ربطی به حضور یا عدم حضور کاتالیزر نداره، چه کاتالیزر بزنی چه کاتالیزر نزنی آنتالپی واکنش ثابته. آنتالپی چیه؟ اختلاف سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده. واکنش دهندت 10، فراورده 35. 10 و 35 اختلاف چقدر؟ 25. تمام. توضیح بدید آقا گرمای واکنشی یا آنتالپی یا دلتاهاش اصلا ربطی به کاتالیزر نداره، کاتالیزر بزنی نزنی فرقی نداره، سطح انرژی واکنش دهنده فراورده تغییر نمیکنه که اختلافشون تغییر کنه. و آخریش واکنش گرماده یا گرماگیر؟ گرماگیر. چرا؟ چون سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده بالاتره. 100 مدل تا حالا من اینجوری سوال حل کردم. من اعتراض دارم یه لحظه. سلام بچه‌ها. آقا 32 دقیقه. بابا چای خوردیم، گوشی زنگ خورد. یعنی من آقا زب دارم. فایل زب منو گرفته برای شما لایو بذاره. من قرار بود منو کرد. آقا شب امتحان بگیرید.
بابا شماره نمیدن ما خودمون گلمون جرخ. آقا شماره تو بچه شب امتحانشی با فوق العاده است. من توی آپارات خودم بازدیدش از همه ویدیو بیشتر توی آپارات من. حالا دیگه آپارات رو بذار بکنار، الانم که داره براتون میتره کنه دیگه. چی میاد سوالات خارج از کشور کی داره که استاد داره؟ دیروز پیروز برگزار شده دیگه، تایپ شده آماده مشی ترتمیز، اصلا شماره صفحه فلان فوق العاده است بچه ها. ایشالله که بتره کنی. چند تا سوال مونده؟ سه تا فکر میکنم. دو تا یا سه تا؟ دو تا. سه تا سوال مونده. لطفاً چش زود من نکنه تا چش من آماده زفتم برمونت برم من. آقا بیا اصلا با هم بگیم عزیزی ما داغداغ داغداغ میخوایم استودیو رو تحویل به امور رضا بدیم. یه استراحتی هم گردشون استراحت کنم. فدات بشم. موهام هم خراب شد. بعد یه سرم اینجوری هد زدم و اینا. بس من منتظرم دیگه. آره چم چش. سر منتظرم. من نوکرتم. چش چش. امتحان شیمی رو فراموش. آقا شماره بدید ناموسن. گلون پاره شد. بریم 12. به 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 به. انصافا 1800 مدل من از این سوال حل کردم. اصلا یه تیپ داریم جدوله. با استفاده از اون جدوله چگالی بار محاسبه می‌کنیم. نسبت بار به شعاع نمیدونم آنتالپی فروب مقایسه میکنیم، نقطه ذوب مقایسه میکنیم، همه اینا رو اونجا مقایسه میکنیم. اصلا یه تیپ کامله، کامل کامل. آقا شماره تو بفرست ناموس. خب گفته با توجه جدول که آنتالپی فروب رو برای ترکیب یونی نشون میده به پرسش ها پاسخ بدید. مقدار آنتالپی فروب MgO کدام یکی از مقادیر زیر میتونه باشه؟ دلیل بنویس. ببین نیای انتخاب کنی دلیلو میس کنی ها، حواست باشه ها، دلیل جا نیفته. 25 صدم داره ها، دقت کن. خب اینجا رو ببین، اون کسی آنتالپی فروپش بیشتره که در وهله اول باره بیشتری داشته باشه، در واقع یوناش باره بیشتری داشته باشن و یوناش شعاع کمتری داشته باشن. یه بار دیگه، اون کسی آنتالپی فروپش بیشتره، اون کسی نقطه ذوبش بیشتره. آقا میگم آنتالپی فروپ، منظورم فروپاش شبکه است. حاج رضا اونجاست دیگه، باید کلمه رو خلاصه کنیم. آنتالپی فروپ کسی بیشتره که چگالی بار یونهاش بیشتر باشه. چگالی بار کی بیشتره؟ اون یونی که بار بیشتر و شعاع کمتری داشته باشه. خب وقتی من این ترکیبات یونی رو نگاه میکنم، بین کاتیون و منیزیم از همه بار بیشتری داره، بین آنیون هم اکسیژن از همه بار بیشتری داره. اصلا اگه کسی بارش بیشتر بود سراغ شعاع نرو، همون بار مقایسه کن بره. اگه بار یکی بود برو سراغ شعاع. حالا اینا هر دوتاشون بارشون از این یکی ها بیشتره، یعنی هر ترکیبی که تشکیل بشه MgO بیشترین بار رو داره، مثبت 2 منفی 2، یعنی 4 بار مثبت، 4 تا بار. حالا 4 بار مثبت نه، 4 تا بار. پس آنتالپی فروپ MgO باید از همه اینا بیشتر باشه، یعنی از هر سه تا اینا باید بیشتر باشه. خب عددا رو ببین، یه عدد 2750 بین 2448 و 2965، یه عددم 3798 بالا. چگالی بار یون های MgO2 مثبت و OH2 منفی هر دو از این دو تای دیگه بیشتره، به همین دلیل آنتالپی فروپاشی ترکیب یونی حاصل از این دو تا از بقیه ترکیب یونی بیشتر خواهد بود. همین رو بریمسی نمره رو میگیریم. به نقطه ذوب NAF بیشتره یا MgF2؟ ببین آنیون یکیه، کاتیون یکی، NA یه مثبته، یکی Mg2 مثبته. بچه ها بار کسی بیشتر بود اصلا شعاع رو مقایسه نکن. منیزیم بارش بیشتره، همون کفایت میکنه. چگالی بار منیزیم از سدیم بیشتره، به خاطر همین آنتالپی فروپ MgF2 از NAF بیشتره و نقطه ذوبش هم بیشتره. پس میگی MgF2 علت، زیرا چگالی بار منیزیم از Na بیشتره یا Mg2 مثبت از Na مثبت بیشتره، به همین دلیل آنتالپی فروپ MgF2 از NAF بیشتره و نقطه ذوبش هم بیشتره. و سلام. سوال 13 میگه با توجه به شکل زیر، اینم پای ثابت امتحان نهاییه، حالا یا اینجوری بهت میده یا یه مدل دیگه، خلاصه یه مقایسه یه چیزی حتما از شما میخوان. حالا اینجا اصلا سه تا باز دادن، گفتم مقایسه کن. گفته سه تا باز دادیم، غلظت یون هیدرونیوم این سه تا باز اینجا هست در دمو تو، کدوم باز میتونه توی لوله بازکن استفاده بشه؟ برای لوله بازکن باز قوی میخوام. ببین دقت کن، سوتی ندیا.
غلظت یون هیدرونیومه، توی باز غلظت یون هیدروکسید برای من مهمه. او هاش منفی هرچی بیشتر باشه باز قوی تره، از اون ور هاش مثبت هرچی کمتر باشه باز قوی تره. ببین کدوم هاش مثبتش کمتره؟ من باز قوی میخوام، باز قوی یعنی هاش مثبت کمتر. کی هاش مثبتش کمتره؟ ایکس او هاش، ایکس او هاش هاش مثبتش کمتره، پس میگم ایکس او هاشه. خب چون هاش مثبتش کمتره او هاش منفیش بیشتره، باز قوی تریه. باید اینجوری بنویسی، بگی برای لوله باز کن باز قوی لازم داریم. باز قوی بازیه که غلظت یون هیدرونیومش کم باشه، او هاش منفیش زیاد باشه، و اینو انتخاب میکنی. 25 صدم 25 صدم. ب، پهاش کدام باز در شرایط اکسون کوچیکتره؟ بچه ها بازی که پهاشش کوچیکتر باشه باز ضعیفتریه، باز ضعیفتر اونی که غلظت و هاش منفیش کمتر هاش مثبتش بیشتر باشه. کدوم هاش مثبتش بیشتره؟ ایگرگ او هاش یا وای او هاش؟ از اینجا می نویسیم وای او هاش، می نویسی اینجا بازی که پهاشش کمتر باشه یعنی بازی که ضعیفتر باشه، پهاش کوچیکتر یعنی غلظت هاش مثبت بیشتر، و وای او هاش غلظت هاش مثبتش از همه بیشتر، بین این سه تا از همه بیشتر. آخری، در شرایط یکسان رسانه محلول آبی وای او هاش بیشتره یا بی او هاش؟ دلیل بنویسید. خب ببین وای او هاش بی او هاش، بی او هاش بچا بازه، اینم بازه، بی او هاش هاش مثبتش کمتره، پس حتما او هاش منفیش بیشتره. خب چون هاش مثبت این کمتره او هاش منفیش بیشتره، حتما یونهای بیشتری داره، باز قوی تریه و رسانه الکتریکیش هم بیشتر خواهد بود. پس علت میشه، دقت کن، در شرایط یکسانه یعنی دما و غلظت یکسانه، در شرایط یکسان رسانه الکتریکی بی او هاش بیشتره. چرا؟ چون غلظت هاش مثبتش کمتره، او هاش منفیش بیشتره، باز قوی تریه، یونهای بیشتری در محلول داره و وجود یون بیشتر تو محلول نشونه رسانه بیشتره. اما سوال 4 گفته بطری آب از پلیمری ساخته میشه که مونومر اون اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسیدن. پلیمره چی بود بچه‌ها؟ پلیمره اسمش پت بود، یه پلی استر بود، پلی استر پت. پت چیه؟ پلی اتیلن ترفتالات. برای پلی استر چی لازم داشتیم؟ یه نکته کنکوری هم بگیم، دی الکل و دی اسید. دی الکل و دی اسید با هم واکنش میدن، از دی اسید دو تا او هاش برمی‌داریم، از دی الکل دو تا هاش برمی‌داریم، آب درست می‌کنیم و یه دونه پلی استری که انتا، دقت کن، انتا واحد تکرار شونده داره. یه بار دیگه، انتا دی اسید، انتا دی الکل میان میچسبن به هم، دو انتا آب درست میکنن، یه دونه پلی استر با انتا واحد تکرار شونده. دقت کن که البته درستش اینه که ما بگیم دو ان منهای یکی آب درست میشه، یعنی مثلا 20 تا دی اسید و 20 تا دی الکل با هم واکنش دادن 39 تا آب درست بشه، ولی کنکور 98 گفته بود دو انتا، شما هم بگو دو انتا. حله؟ پس انتا دی اسید، انتا دی الکل، دو انتا آب درست میکنه. از اون ور انتا دی اسید، انتا دی آمین، دو انتا آب درست میکنه، یه مول هم، دقت کن، یه مول پلی آمید با انتا باید تکرار شونده. خب گفته نام یا فرمول شیمیایی ترکیبات آب رو بنویس. خب ببین آب و اکسنده قاطی شده، اتیلن گلیکول درست کرده. آقا کی با اکسنده قاطی بشه اتیلن گلیکول درست میشه؟ اتن، اتن یا اتیلن، اتن یا اتیلن، فرمول 3284، هر کدوم بنویسی قبوله. صفحه چند؟ صفحه 116 کتاب درسی 12. اونجا آمده گفته کامنوچار یا پوتاسیوم پرمنگنات رقیقو با اتیلن قاطی کنی اتیلن گلیکول درست میشه. صفحه 115 گفته پارازایلنو با پوتاسیوم پرمنگنات غلیظ، پارازایلن زه داره، غلیظ هم زه داره، با غلیظش قاطی کنی ترفتالیک اسید درست میشه. پس اینجا بی که با اکسنده قاطی شده ترفتالیک درست کرده، پارازایلنه، پارازایلن. فرمول پارازایلن چیه؟ سی 8 هاش 10، برعکس نفتالن. بچه نفتالن فرمول سی 10 هاش 8، این سی 8 هاش 10. بچه پارازایلن یه حلقه بنزینی دوتا متیل روبروی هم، نکته کنکوری 98 تست اومده ازش، 98 تست داده بود متیلا رو گذاشته کنار هم، غلطه، متیل بر روبرو هم باشه، یه حلقه بنزینی دوتا متیل روبرو هم، اگه متیلا کنار هم دیگه باشه دیگه اسمش پارازایلن نیست، اسمش میشه متازایلن که دیگه در سطح کنکور نیستش. خب این اسم ترکیبات آبی. عدد اکسیدهای کربن مشخص شده با ستاره رو تو ترفتالیک به دست بیار. خب این کربنه دیروز گفتم اگه دو تا اتم یکسان باشه نصف میکنه و پیوندی ها میرسه به اونی که زورش بیشتره، یعنی نافلزیش بیشتره، ناپیوندی هر کس هم که مال خودشه. این کربنی که ناپیوندی نداره، 4 تا پیوندی داره. اینجا چون کربنه با این نصف میکنه
هم این اکسیژن هم این اکسیژن زورش از کربن بیشتره، هیچی به کربن در برابر اکسیژن نمیرسه، پس فقط یه دونه بهش رسید و سلام. همین یه دونه رو حساب میکنم، ظرفیت 4 نسبت داده شده 1، عدد اکسیژنش مثبت 3. من اصلا یه تیپ کامل تو پکیج شب امتحان در مورد عدد اکسیژنش صحبت کردم، کامل 7 8 تا سوال حل کردم، حتی سوالای ترکیبی این مدلی هم برات حل کردم. هر چی که اینجا داری میبینی هیچی شدید نیست، یعنی دانش آموزی که پکیج منو گرفته بوده و خارج کشور می‌خواسته امتحان بده که کم هم نیستن، میتونی بری زیر کامنت های یوتیوب رو بخونی ببین چند تا دانش آموز خارج کشور امتحان نهایی داده، سوالا عین پکیج شب امتحان بوده، مو نمیزده. من اصلا عین اینو 4 5 تا حل کردم با همین عدد، با 3 و 7 هم حل کردم، با 4 و 7 هم، با 5 و 7 هم، 5 و 3 دهم، 5 و 48 صدم، همه مدلشو حل کردم. برای چی؟ برای اینکه دانش آموزی که پکیج منو میبینه نباید هیچی برای شدید باشه سر امتحان. آقا من هنجرمو دارم پاره میکنم برای چی؟ برای اینکه محصولم قویه، خیالم راحته. تو آپارات نمونهشو گذاشتم برو ببین، تو یوتیوب گذاشتم برو ببین، هر جا دوست داری برو ببین. بچه‌هام که نمونهشو گرفتن برو زیر کامنت‌ها رو بخون، نمونه ها رو ببین. دیروزم که تطابقا رو گذاشتم دیگه چی میخوای؟ هر چی لازم داری تو پکیج گفتم. الانم دیر نشده، شماره تو دایرکت کن، بچه‌ها سری کاراتو انجام بدن. خب این از این. حالا صفحه 115 با هم بیاندیشیم ازت میپرسه عدد اکسایش پارازایلن، چه عدد اکسایش کربن پارازایلن چه تغییری کرده وقتی شده ترفتالیک اسید؟ پارازایلن یه هیدروکربن، اکسیژن نداره. اون کربنی که به حلقه بنزینی وصله تو پارازایلن عدد اکسایشش منفی 3، از منفی 3 در حضور اکسنده شده مثبت 3. ببین اکسنده است دیگه، کارش اکسایش دادنه، اینم از منفی 3 شده مثبت 3. عدد اکسایش کربن متصل به حلقه بنزینی 6 واحد اکسایش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون اکسیژن به شست میده. صفحه 120 تمرین دوره‌ای برو نگاه کن، دیروزم سوالشو حل کردم، تو پکیجم بارها اشاره کردم، هر موقع یه هیدروکربن تبدیل بشه به ترکیب عالی اکسیژن دار حتما اون واکنش اکسایش کاشه. چرا؟ چون حتما عدد اکسایش کربن مثبت‌تر شده. چرا؟ چون حتما یه اکسیژنی به کربن چسبیده. خب و اما سوال آخر، سوال آخر رو دیگه جمع و جور کنیم. 100 تا سوال این مدلی من حل کردم، عین سوال تمرین دوره صفحه 35. حالا صفحه 35 مثلا به جای آب پرتقال گفته آب سیب، عددش هم گفته 4 و 7، هیچ فرقی نداره، همونه. بریم حل کنیم. سوالم 1.5 نمره داره، عین همین سوال هم اومده، نسبت غلظت هیدرونیوم به هیدروکسید. خب گفته pH 3.7 نسبت غلظت هیدرونیوم به هیدروکسید رو حساب کنید. آقا pH رو وقتی داری یعنی غلظت یون هیدرونیوم رو داری. چرا؟ چون غلظت یون هیدرونیوم میشه 10 منفی pH. pH رو داری 3.7، میگی غلظت هاش مثبت میشه 10 منفی 3.7. حل از اینجا غلظت هاش مثبت به دست میاری، بهت یاد میدم الان. بعد میگی حاصل ضرب هاش مثبت در OH منفی در دمای اتاق میشه 10 منفی 14 مولار 2. از اینجا هم OH منفی رو به دست میاری، هاش مثبت رو داری، OH منفی هم داری، نسبت میگیری، اون چیزی که میخوایو به دست میاری. همه راه حلات هم باید بنویسی، همه چیو، همه فرمولا هم باید بنویسی، فرمول و جاگذاری 25 صدم داره. بریم بنویسیم. میگم غلظت هاش مثبت میشه 10 به توان منفی pH میشه 10 به توان منفی 3.7. خب گوش بده اینجاشو مهمه، این 10 به توان منفی 3.7 من باید یه جوری بنویسم که از این لوگ 2 استفاده کنم. چیکار کنم؟ اینو به بالا گردش میکنم، 3.7 به بالا گرد کن، میگم 10 به توان منفی 4 ضرب داره، یه 10 اینجا میذارم، یه دایره. آقا این 10 به توان فلان چی باید بشه که در 10 به توان منفی 4 ضرب شد بشه منفی 3.7؟ وقتی پایه ها یکن مگه توانا با هم جمع نمیشن؟ منفی 4 باید با یه چیزی جمع بشه بشه منفی 3.7. چی بذارم؟ 0.3 باید از منفی 4 کم بشه، یا اینجوری بگیم 0.3 باید به منفی 4 اضافه بشه، پس اینجا باید 10 به توان 0.3 بذارم. خب تموم شد. لوگ 2 مگه نمیشه 0.3؟ لوگ 2 بر پایه 10 میشه 0.3 دیگه، یعنی 10 به توان 0.3 میشه 2، پس اینجا به جای 10 به توان 0.3 میذارم 2، پس غلظت هاش مثبت هم میشه 2 در 10 به توان منفی 4 مول بر لیتر. خب این از این. 25 صدم، 25 صدم، تا اینجا جاگذاری فرمول 25 صدم، جواب آخر 25 صدم. قسمت بعدی دوباره فرمول 25 صدم، غلظت هاش مثبت در اوهاش منفی میشه 10 به توان منفی 14 مولار 2. در نتیجه هاش مثبت رو دارید 2 در 10 به توان منفی 4 در غلظت اوهاش منفی میشه 10 به توان منفی 14. در نتیجه غلظت اوهاش منفی خواهد شد 10 به توان منفی 14 به روی
دو در 10 بتوان منفی 4. خب منفی 4 بره بالا میشه مثبت 4 با منفی 14 میشه منفی 10. یه دوم داری در 10 تون منفی 10. یه دوم یعنی چی؟ یعنی نیم. میشه نیم در 10 تون منفی 10 یا 5 در 10 تون منفی 11. میشه 5 در 10 بتوان منفی 11 مول بر لیتر. یکا یادت نره. خب اینم از این 25 صدام جواب آخر 25 صدام از فرمول. حالا نسبتش غلظت هاش مثبت به هاش منفی خواسته دیگه. بله نسبت هاش مثبت به هاش منفی، میگه غلظت هاش مثبت به او هاش منفی مساویه. هاش مثبت رو داری 2 در 10 تا منفی 4، او هاش منفی هم داری 5 در 10 تا منفی 11. خب 2 پنجم صورت و مخرج توی 2 ضرب کنی میشه 4 دهم. منفی 11 بیاد بالا میشه مثبت 11 با منفی 4 میشه مثبت 7. پس میشه 4 دهم در 10 تا مثبت 7 یا 4 در 10 به توان مثبت 6. خلاص و سلام دیگه، هر چی که لازم بود و گفتم من دیگه. دیدی دیگه، ببین الان این همه صحبت کردیم، امورضا اومد، حاج میلاد اومد، تلفن زنگ خورد، فلان فلان فلان، توضیح دادم، نوشتم، همه کار کردم، هنجرمو پاره کردم، 48 دقیقه تایمر اینجاست دیگه، 48 دقیقه. سوال امتحان نهایی که من برای تو پکیج حل کردم تو 20 دقیقه حل کردم. سوال خرداد شهریور ده 1400 تو 20 دقیقه حل کردم. 20 دقیقه. برو ببین. حالا ببین پایین‌تر راهنمای تحصیلش هم گذاشتم برات. حالا اینجا نیستش. راهنمای تحصیلش هم برات گذاشتم تو کانال تلگرام. برو ببین. آدرسش هم مدیا شیمیه. این لایو هم سیو می‌کنیم چون مشتی هستی، چون دوستتون دارم، چون میدونم لازم دارید. لازم دارید که این فیلمو دوباره ببینید. این لایو رو سیو میکنیم تو آپارات یوتیوب میذاریم که استفاده کنید و لذت ببرید. حاج میلاد کامنت ها بازه؟ خب ما کرونومتر رو متوقف کنیم بیایم ببینیم بچه ها تو کامنت ها چی میگن. اگه سوالی صحبتی خب بذار من دیگه اینو باز کنم کلن بیارم. خب آجی تمومه. خب بچه ها اینم از لایو امروز دیگه، هنجره نمونده، هنجره شد پنجره. آره چطور بود لایو امروز بچه ها؟ به 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 دمتون گرم، واقعا واقعا دمتون گرم. مرسی 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 مرسی، سلامت باشید. هزینه پکیج هم 288 تومنه. سری شمارتون رو دار، هر کسی که میخواد سری دایرکت کنه شمارتشو، بچه ها سری تماس بگیرن تا دیر نشده. الان هم دیر نیستا. پکیج یه 9 ساعته یه 2 ساعت. تو 9 ساعت کل 4 فصل رو کامل جمع و جور میکنم، یه 2 ساعت هم 3 تا آزمون با راهنمای پاسخه. شمارت رو دایرکت کن که انشالله یه نتیجه خوب بگیری. لایو هم سیو میشه توی اینستاگرام، نه توی آپارات میذاریم اطلاع میدیم، هر موقع آپلود بشه اطلاع میدیم. خب سوالی چیزی بچه ها؟ تخفیف گذاشتیم دیگه، هر پکیج 400 بوده. ما دیگه دیشب با استاد ملاکیان صحبت کردیم، امروز هم تخفیفمون پاورجا باشه، دیشب تموم شده بود. هر پکیج 400 بوده ولی الان به لطف حالا محبت استاد ملاکیان امروز هم پکیجمون 288. شماره تو دایرکت کن، 285 هم بهت میدیم. آره بیا حالا اینکه چرا 285 گذاشتی، دوست داشته باشی 269 هم بهت میدیم. حالا بیا من عددهای دیگرم اونجا ایشالله نوکرتم عزیزمی، قربونت برم. مرسی بچه ها، خیلی مخلصیم. ایشالله امتحان فرداتون رو بهتره کنید دیگه. من هر چی که میتونستم براتون انرژی گذاشتم. امروز هم که سوالای خارج نوبت صبح حل کردیم، دیروز هم نوبت عصر، فایل نوبت عصر هم تو کانال تلگرام هست، فایل نوبت صبح هم پی دی افش با پاسخ تشریحی با بارنبندی کامل تو تلگرام هست. لینکارم فقط فیلم ها رو پکیج منو ببینی کافیه، پکیج منو ببین، کتاب کنار دستت باشه کافیه، اون تو پکیج توضیح دادیم دیگه. آره بریم دیگه، آره بخرید دیگه بچه ها بخرید. آره امورضا هم اینجاست، ما اومدیم وسط ضبط و ما یه عذرخواهی، خیلی مخلصم امورضا بده کن فدات بشم نوکرتم. بچه‌ها مواظب خودتون باشید، امتحان فردا رو بهتره کنید،
بعد از امتحان منتظرم کلی نمره 20 بیاد برامو ببینم چی کار میکنی. مخلص، خداحافظ.